בוקר טוב, ג'רב אבא, תודה. בוקר טוב, באסה. פלספי חודמנו در مورد פיור טאק. כלם פאק. שורו מקונים בשעות טובה מוסלחת. הנוז, יק פרשה, פרשה ירס ישראל, در גלות, עגב עשים. پاراشای بهر رو در پیش داریم که ببینیم در بحث کلام پاک امروزمون جلسه 31 چه درسی رو برای امروز و این هفته و این ماه میتونیم برای خودمون کسب بکنیم. در ادامه سفر حرف حافظ خاین ایشون توضیح میدن سفر شمیرت هلاشام هلک ریشان پرک یود آلف در مورد این که بالاخره باید یک راه حل کلی برای شمیرت هلاشام نگهداری کلام و کلام پاک باشه. چه نوع بهداشتی رو میتونیم برای گفتارمون رعایت بکنیم از هر نوع میکروب و آلودگی منفی و کلام به دور باشیم. عرف توضیح میدن ده بدان دنسیرت هلاشون هارا موقعی که بحث از نگهداری و مواظبت و دوری از لاشونهارا میشه، لاشونهارا کلام منفی چند دست تقسیم میشه. از جمله لحکنیت حورو، اینکه دیگری رو تحقیر کردن، کوچک کردن، پایین آوردن. لاشون هارا کلام منفی در مورد دیگران صحبت کردن، اورخیلوت غیبت و سخنچینی کردن، عیب و پرایوسی دیگران رو فاش کردن، محلوکت جنگ و دعوا و دو دستگی و بحث و آرگومنت، قول معروف آتیش به پا کردن، اوکلالوت فحاشی و نفرین و دشنام و ناسزا گفتن، حلوانت پنیم دیگران رو خجالت دادن، آبروی دیگران رو بردن، به اناعت دواریم زخم زبون زدن با کلامشون دیگران رو نمک رو زخمشون پاشیدن. میگه شمیرت هلاشان نگهداری زبان از این همه آلودگی و میکروب که میان بهداشت رو، پاکی رو، تمیزی رو، قدوسیت رو از کلام و گفتار انسان میگیرن. چیزی که بارها توضیح دادیم، کلام شخص منفی باشه اخلاقش منفی میشه، اخلاقش منفی باشه متاسفانه سرنوشت منفی برای خودش پیش میگیره یا حتی پدید میاد، چرا که از نظر قبالا په دهان ملخوت حکم قدرت پادشاهی رو داره. پس یعنی حتی میتونه انسان با کلام مثبت
اخلاق منفی هم رو، سرنوشت و مزال منفی هم رو درست بکنه. و همینطور هم برعکس، با کلام منفی میتونه سرنوشت و مزال و اخلاق مثبت رو تغییر بده. پس همونطور که هر غذایی که ما میپزیم بسته به ادویه‌ای که بهش میزنن، نمک و فلفلش، زردچوبش، ادویه‌ای که بهش میزنن مزه غذا رو تعیین میکنه، خوشمزگیشو، بدمزگیشو، ترشیشو، شوریشو تعیین میکنه. که اگه یک ذره ادویه کم و زیاد بشه دیگه غذا خوردنی نیست، از بیمزگی یا از شوری. همینطور هم گفتار انسان، شیرینی و تلخی زندگی انسان رو تعیین میکنه. پس فقط مزه غذا به دهان نیست، مزه زندگی هم به دهانه. میخوایم زندگیمون خوشمزه باشه، کلاممون رو درست استفاده بکنیم، کلاممون رو اسلحه تازد و تاخ نکنیم که با کلاممون به جون هم بپریم، بخوایم هم دیگه رو لط و پار بکنیم. از کلاممون استفاده نکنیم. میخوایم از دست و پامون استفاده بکنیم، از کلاممون استفاده نکنیم. همه اینایی که به جنگ میرن، مخصوصا قدیم، زره پوش، شوالیه، حتی پلیسا، یک سپری جلو خودشون میگیرن یا یک جلیزقه ضد گلوله میپوشن که قسمت های مهم بدنشون رو توی جنگ حفاظت بکنه. اگر کلاه ضد گلوله است، اگر جلیزقه ضد گلوله است، که مغز و قلبشون در امان باشن. چون اگر این نفر چاقو بزنه یا تیر بزنه به پای کسی، طرف نمیره، اما اگر به قلبش یا به مغزش بزنه متاسفانه همون آن دیگه مهلت نجات نیست. همینطور هم حرف حافظ خواهیم میخواد به ما امروز یاد بده که انسان چطور میتونه زره پوش با سپری محکم در زندگی، با واکسنی قوی از آلودگی و ناپاکی لاشونارا و کلام منفی که گفتیم به چندین دسته تقسیم میشن، حتی فحاشی، ناسزا، حتی مخلوق، حتی زخم زبان و الی آخر، از همه اینا به دور باشه. چرا که با پاکی کلاممون چه بسا میتونیم یه قدرت مثبتی و پاکی در اخلاق و هدفمون پدید بیاریم که خودمون سرنوشت و مزال خودمون رو به خوبی بتونیم پیش ببریم و تبدیل بکنیم. پس حرف حافظ خواهیم میگه ببین، سلامتی جسمیت به غذایی که از دهان مصرف میکنی، همینطور هم سلامتی روحیت بسته به کلامی که از دهان بیرون میکنی. پس واقعا حساس ترین قسمت بدن که انسان باید حفاظتی، سپری براش داشته باشه، زبانه، گفتاره. نه فقط قلب و مغزمون، گفتارمون، کلاممون. و در خروج از مصر بنی اسرائیل، خداوند چه معجزه‌ای اضافه بر آنها کرد؟ لو یحرس
کلب لشونو که میگه در هنگام خروج بنی اسرائیل از مصر هیچ سگی پارس نکرد لو یحرس کلب لشونو. منظور فقط سگهای توی مصر نیست که به عنوان پاسبان دم مرز بودن، کسی رد میشد زودی خبر میدادن با سر و صدایی که میکردن. منظور همچنین سگهای بالا هم هست، اون فرشته ها و ملاخیمی که مکترگ بدگو هستن که تا یک پیشرفتی موفقیتی در راه سر راه کسی قرار میگیره که میخواد به یک موفقیتی دست پیدا بکنه فورا شروع میکنن به کیتروگ، فورا شروع میکنن به بدگویی کردن و پارس کردن که آیا این لیاقت اینو داره؟ میگه خداوند کاری کرد که این ملاخیم یا این مکترگیم، این نیروهای منفی در شامعیم، حتی اونها هم ساکت شدن، تسلیم رضایت خداوند شدن برای آزادی و موفقیت بنی اسرائیل که بتونن اون اصلاح و اون آزادی و پیشرفت رو به راحتی و آسانی به دست بیارن. پس یعنی هر چقدر ما جلوی زبان خودمون رو بگیریم، در واقع مکترگیم بدگویان رو چه در زمین چه در شامعیم از خودمون دور کردیم که با آسانی و راحتی میتونیم با اون پیشرفت و موفقیت که لازمه دست پیدا کنیم. پس حراف حافظ حیم میگه ببین آمین. شاید تو پیشرفت تو به کلامت بدونی، که با خوش صحبتی، با خوش برخوردی، با چرب زبونی کارتو پیش میبری، اما پات روی پوست موزه، مواظب باش. اگر از کلامت بخوای تو هر موردی استفاده بکنی، آلودگی رو داری راه میدی و ناپاکیش رو میگیری و متاسفانه همه چیزو برعکس پدید میاری. پس حراب توضیح میده می شیرت لیزگوت لشمیرت هلاشان، کسی که میخواد به این قدرت شمیرت هلاشان، به این گنج درون، به این پاکی کلام دست پیدا بکنه که بتونه تمام گنج های زندگیشو به آسونی و راحتی کشف بکنه بدون اینکه هیچ مانعی سر راه زندگیش باشه، یتحزک مئود بمیدت هبیتحان. خصلت بیتحان، خصلت توکل به خداوند رو در زندگی خودش باید تقویت بکنه. چون ما میدونیم که همونطور که ما نای و مری داریم، کانه و وشت، نای و مری، که این نای و مری ما، نای، کانه، کانالیه که ما ازش تنفس میکنیم با ششمون، و مری کانالیه که وشت، فود پایپ، غذا رو از دهانمون به معدمون میرسونیم و اینا در کنار هم دیگه هستن. و معجزه خداوند که هر دوی اینها در آن واحد هم دارن هوا و تنفس رو در ما کنترل میکنن و هم غذا و تغذیه رو. و اینه که بعض موقعی که غذا
به جایی که از لوله قضا بره پایین، از لوله تنفس یک بار میره، طرف به نفس تنکه میاد، زودی سرشو پایین میکنن که قضا رو از دهانش بیرون بکنن که به حالت خفگی نیاد. پس توکل، اطمینان ما و تکیه ما به خداوند، اگر اشتباهی به تکیه به خودمون، به امید به خودمون، به توکل شخصی بیاد نه به توکل خداوند، مثل این که ما داریم قضا رو اشتباهی در لوله اشتباهی قرار میدیم. توکلمون که از خداوند کم میشه، اون موقع است که بار و فشار رو خودمون حس میکنیم و اون موقع است به هر طریقی که شده میخوایم از خودمون دفاع بکنیم و موقع است که از راه های چه بسا منفی و ناپاک استفاده بکنیم که صرفا خودمون رو از اون موقعیت نجات بدیم، در حالی که اگر هنوز تو هر موقعیتی توکل و بیتحون خداوند رو در نظر بگیریم، خداوند هرچی رضای توست، هرچی تو صلاح بدونی، اینم از جانب توست، هیچ جای غم و ترسی نیست، دنیای خودته، خداوند خودت آفریدی، خودت هم داری رهبریش میکنی، ما هم برای موقت چند سباه اینجا هستیم و ابدیت رو در پیش داریم، هرچی تو صلاح بدونی. کسی که تا این حد اختیار رو در دست خداوند میده و تمام ماجرا رو از قبل از جانب خداوند تحریزی شده، برنامه ریزی شده، تصور میکنه که هیچ کسی به غیر از خداوند در این دنیا اختیاری نداره، حتی طرف مقابلم هنوز اونم از جانب خداونده، میگه این بیتحون، این توکل ما اجازه میده که این ماجرا از کنار ما دقیقا به اون کانال و مسیری که باید بره برسه، که هیچ فشاری در ما پدید نیاره، که ما را از خود بی خود نکنه و به حالت جنگ و مخلوقت و حالتهای منفی نیاره. پس بیتحون، توکل در زندگی این نیست که آدم فقط بخواد تفیلا بخونه یا تهیلیم بخونه، این که چه عکس العملی در برابر ماجراهای زندگی از خودش نشون میده، این قضایی که داره میجوه رو آیا میخواد از چه لوله‌ای، از چه مجرایی به قورت بده، از طریقه تنفس یا از طریقه خوراک. اگر مسیر اشتباه بره خودش تحت فشار قرار میگیره. در نتیجه هاراف حافظ خیم میگه یتحزه معود به میداد ها بیتحون، تا اونجایی که میتونی از نظر خصلت میداد بیتحون، توکل به خداوند، خودتو تقویت بکن. امروز وزنه 10 گرمی برداشتی، فردا وزنه 15 گرمی، کم کم 30 گرمی، بعدن نیم کیلویی، بعدن 1 کیلویی، همینجوری خودتو در خصلت و میدای بیتحون، توکل به خداوند تقویت کن که بدونی همه چی از جانب خداونده و حکمتی در پشت اون پنهان. کده شلو یرعلو، برای اینکه دردش نیاد آدم،
روش فشار نیاد. از مجرای اشتباه غذایی رو قورت نده. این احادیگه به اینیاناب اگر کسی میاد و تو زندگیش دخالتی و یا نفوذی میکنه، دست درازی میکنه، ولو یا ول سپر بیگنوتو ولاریف ایما، این که بتونه قدرت کنترل ریاکشن و عکس العملش رو داشته باشه که نیاد پشت سرش صحبت بکنه و بدگویی بکنه و یا لاریف ایتو به او به جنگ بپردازه و مخالفت الکللو، یا اینکه بخواد نفرینش بکنه و ناسزا و فحاشی، یا حلبین پناو یا بیاد خجالتش بده، الحکنیتو و کوچیکش بکنه، این که فقط و فقط بتونه تا این حد کنترل داشته باشه که چی؟ ویفتح بهشم، توکلش به خداوند باشه که همه چی از جانب خداونده. صد البته که یک باره نباید یک شبه 10 پله رو طی کنه، یک وزنه 100 کیلویی رو یک باره بخواد بلند بکنه. اول از وزنه های کوچیک، از ماجراهای کوچیک زندگی، از موضوعاتی که فعلا به نظرش common sense عقلانی میرسه، قدرت رو در خودش حس میکنه که بخواد جلو عکس العملش رو بگیره. فعلا از موضوعهای کوچیک و ساده که باش راحته میتونه هنوز تحمل و صبر و شکیبایی داشته باشه، میتونه ربطش بده به خداوند و توکلش رو از اون نظایر تقویت بکنه. اول از وزنهای کوچیک، بعد کم کم یک ذره وزنه رو بالاتر، موقعیت ها و اتفاقات دیگری رو که یک ذره هم هنوز با عقل جور در نمیاد و هنوز هضمش براش سخته رو بیاره توی تیم خداوند، که اینها هم از جانب خداوند هستن. همینطوری ذره ذره. پس آیا شما فکر میکنید آورام آوینو موقعی که حاضر شد و دستگیر شد و به خاطر شکستن بت‌های پدرش از جانب نمرود پادشاه اون موقع کستیم، در اور کستیم، در اون آتش سوزان پرتاب شد که هست کسی از 10 متری و 100 متری نمیتونست بهش نزدیک بشه، اینقدر سوزان بود، آیا فکر میکنید عکس العمل آورام آوینو چی بود؟ 10 تاینانول قرص مسکن از قبل خورده بود که حالش نباشه، اعصابش راحت باشه، داره جونشو میگیرن، چه اتفاقی براش میفته؟ دیگه هیچ امیدیش نیست. آیا با ترس و لرز اتفاقا برعکس؟ اگر میترسید و توکلش کامل نبود اون آتش برش غلبه میکرد، ولی چون نترسید و با دلاوری و امید و توکل به خداوند که راهم صحیحه، کاری اشتباهی نکردم، خداوند هرچی صلاح بدونه خودش رو در دست تصمیم خداوند قرار داد، دیدیم خداوندم نجاتش داد و این بار اول نبود،
بار دهم هم همین بود. بار اول از جون خودش گذشت، بار دهم از جون فرزندش گذشت. چطور تونست به این قدرت برسه که از جون فرزندش بگذره؟ کهنا ادبین خا ادیحید خا اشه آهفتا، که بخواد حاضر بشه تنها فرزندش رو که دوست و علاقه و عشقشه، یسخاک رو عقدا بکنه. ذره ذره درجه توکلش رو و اطمینانش رو به خداوند بالا برد. حداقل تا الان نیمرود و دیگران و دشمنان و کافران سنگی مانعی جلوی پاش می شدن، اما می بینیم یک بار دید خود خداوند دار اون چیزی که بعد از 100 سال انتظار بهش داده رو میخواد ازش بگیره. کهنات بین های دیحید خواد بگه خداوند ها، تو هم حداقل دیگران یه چیزی بگن، غریبه یه چیزی بگه، خودی من که این همه اتفاقا تعریفت کردم خداوند به همه، تازه از منی که به تو نزدیک تر هستم بچه ما میخوای، تنها فرزند ما، نه این همه کافرانی که هستن. دیدیم یک میلیونوم ثانیه هیچ شکی در خودش راه نداد، با بیتحان و توکل کامل. و باز دیدیم خداوند گفت تو تمام اطمینان تو در اختیار من گذاشتی که حاضر شدی فرزند تو در راه من بدی، فرزند تو بهت پس میدم. Enjoy it. همونطوری که جونتو خواستی بدی جونتو بهت پس دادم، فرزندم که خواستی بدی بهت پس دادم. این که سفر بیتحون رو ما برای هر موقعیتی استفاده بکنیم، مثل این که داریم اتفاقا اون موقعیت رو به نفع خودمون تغییر میدیم. پس با بدگویی و با ناسزا و فحاشی و با محلوکت و زخم زبان و کلام منفی، اتفاقا داریم خودمون رو در اون جنگ بازنده و دیگری رو پیروز میکنیم. اما با توکل و کنترل عکس العمل و پیشنت، صبر و طاقت، عرف حافظ خیم میگه داریم اتفاقا خداوند رو همراه خودمون میکنیم و کسی که خداوند جزو فرمانده اینش و لشکرش باشه، مطمئنن که پیروزی از آن اونه. پس همین یه دونه قدرتی هم که در دنیا تنها این ادمیل ودو بدون همتا باقی است که خداونده رو از خودمون دور نکنه. این ادمیل ودو افزولاتو که هیچ قدرتی، یارایی و توانایی و مقابله و مقایسه با خداوند نیست. این اود میلودو افزولاتو، همه زیرو صفر هستن در برابر خداوند، مثل یک سنگریزه در برابر کوه، غیر قابل مقایسه، قطره در برابر اقیانوس. قدرت خداوند کجا؟ قدرت های دیگر کجا؟ پس اگر میتونیم تو اقیانوس شنا بکنیم، چرا میریم دلمونو خوش قطرات بارون میکنیم که یه جا جمع شدن؟ خداوند اگر میتونه پشت و پناه ما باشه، میتونه اوریو ایشی نور و تکیه گاه ما باشه، اگر میتونیم دستمونو به خداوند بگیریم و پیش بریم، چرا خودمون رو از او دور میکنیم؟ چرا با کلام منفی قدرت پاک خداوند رو تو زندگی خود شخص تاریک بکنیم؟
که حتی خداوند رو از خودش دور بکنه. پنجره رو ببنده، جلوی نور رو بگیره، با کلام منفی تاریکیش بیشتر میشه، بیشتر برای خودش دست انداز و مانع پدید میاره. آمین. پس هارب حافظ خیم به ما امروز درس بزرگ یاد داد و اون چیه؟ اتفاقا فکر نکن کلام منفی چون دیگری رو آزار میده تو رو نجات میده، برعکس کلام منفی حتی با اینکه آزار دیگری میشه اما بیشتر تو رو تنها و اسیر میکنه، چون خداوند رو از تو دور میکنه. پس راه حلش چیه؟ بیتحون، توکل به خداوند، که خودتو در آغوش خداوند حس بکنی، اوریویش ای، اون موقع است که میبینی اسارت و تاریکی از خودت دور میکنی و اتفاقا نور رو برای خودت پدید میاری و بدون اینکه خودت متوجه باشی همه چی به سود تو و به منفعت تو تمام شد. هشم کمک کن که بتونیم پاکی کلاممون رو همچنان حفظ بکنیم و در هر مرحله زندگی از عکس العمل‌های منفی خودمون رو کنترل بکنیم که بتونیم مزال خوب و سرنوشت خوب و آینده خوب رو برای خودمون و خانواده و جامعه و دنیا همچنان به دست بیاریم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین.